با سلام و درود فراوان به یکایک یک نازنینای رویال تایم تی وی، من سیمین تهرانی هستم و امروز سعادتی شده که در خدمت آقای مهندس علی خسروی هستیم. سلامی میکنیم خدمتشون، خوش آمد میگیم. آقای خسروی خیلی خیلی لطف کردین، تشریف آوردین. خیلی خوشحالیم که شما رو بعد سالیان سال که در جاهای مختلف میدیدیم کار میکنین و همه جا حضور داشتین، امروز در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون خانم سیمی تهرانی، واقعا یکی از افتخارات من که در کنار شما هستم اینجا. چرا که تنها زن ایرانی هستین که میتونید همچین شبکه تلویزیونی انترتینمنت اداره بکنید و کمتر کسی از ایرانی ها این قدرت دارم و شما واقعا تبریک بهتون میدم. ممنونم، مرسی. باعث افتخار ما هستید. خواهش میکنم. من اولین باری که خدمت شما رسیدم فکر میکنم که حدود 12 سال پیش بود که از کلرادو اومده بودم اینجا و جشن نوروزی بود تو وست‌وود و من دیدم که چقدر شما زحمت کشیدین، تمام این بنرها رو درست کرده بودین برای جناب آقای خلیلی و بقیه که اونجا در رأس کار بودن و خیلی برام جذابیت داشت. من رفتم پرسیدم، گفتم کی این کار رو میکنه، تمام این بنرها رو درست میکنه، این خیلی کار زیادیه فلان اینا، و بعد اسم شما رو گفتم. به هر حال میدونم که سالیان سال حتی قبل از 12 سال که من بیام اینجا شما زحمت ایرانی ها رو در همه جا کشیدین، هر جشنی بوده ما دیدیم آقای مهندس خسروی هم اونجا هستن، بنرها رو درست کردن، از این های تکنولوژی استفاده کردن. حالا به جای اینکه من زیاد حرف بزنم، این شما و این کامرا و یه خورده از خودتون برای دوستای ما بگین. بله خیلی ممنون. من 45 سال پیش که وارد امریکا شدم در تحصیلات، پدر من فرش فروش بود، من با توی فرش بزرگ شدم. خیلی هنر نقاش فرش بافی و این نقاشی ها و این طرح ها اینا رو میدیدم، من خیلی لذت میبردم. بچه وقتی اومدم اینجا در مینسوتا، یونیورسیتی مینسوتا، یه دپارتمانی وجود داشت که فوتوتکنولوژی، تکنولوژی عکاسی اینا رو بود، اونجا مهندسیش میدادم بیرون. همه بخش شیمیست بودم و اینا یه به من فرستادن که اونجا اشکالات شیمی داشتن که ببینم چه اشکالی دارم. وقتی رفتم اونجا نگاه کردم، واه چه تکنولوژی عظمتی، تشکیلاتی که چگونه عکس‌ها تولید میکنن و پرودوس میشه، اما برای من خیلی جالب بود و این تصمیم گرفتم که این رشته رو انتخاب کنم. در اون موقع 45 سال پیش من دو تا رشته بود که واقعا در دنیا داشت حال ترقیش بود، یکی فوتوتکنولوژی بودش، یکی هم کامپیوتر. بله. این فوتوتکنولوژی و فیلم و نگاتیو تونست مادربورد های کامپیوتر رو بسازه و این فیلم بودش که تونستیم کامپیوتر مادربورد ها رو بسیم که بتونستیم و کامپیوتر هم کمک کرد که چیه فوتوتکنولوژی روش بکنه، مکمل هم دیگه شدن. بیان بالا که امروز شما این سلفون ها رو میبینین، ایمیج ها رو میبینین، نتورک این هم میکنه، همه این هم مدیون فوتوتکنولوژی هستش. واقعا من که این رشته انتخاب لذت بردم، اصلا لحظه ای که وارد تکنولوژی شدم اینقدر مورد احترام استادان اینا شدم، حتی در ایران که رفتم در ایران شبکه تلویزیون ایران، اونجا بخش های لابراتوار و ساتلایت دیش های ایران رو من می ساختم برشون. خیلی باعث افتخار من بود. بله. اینجا هم که برگشتم اومدم امریکا، بلافاصله جذب هالیوود شدم و هالیوود من جذب کرد. من در کلوبی سیتی دونش بیش از 100 تا فیلم سینمایی، شوهای 5-6 تا شوهای تلویزیونی مترو گلدوین‌مایر در اختیار من بودش که من کانسالتشون میکردم. بله. اون موقع کانسالتن در فیلم یک کار استثنایی بود در دنیا، هر کس این کار نمیکرد. در اینجا من در این چندین سال، 30 سالی که توی هالیوود اینا کردم، خیلی پیشرفت کردم، مدرن ترین لابراتوار در سر دنیا رو ساختم و این دستگاه ها خیلی مدرن هستن و تصمیم گرفتم که در جامعه ایرانی بتونم علم و هنر و تاریخ ایران رو به دنیا نشون بدم. برای همین سعی کردم با تمام شبکه های تلویزیونی، رادیو، تلویزیون این هنر رو بهشون، ایرانی ها رو نشون بدم. و اگر توجه کنید اجازه بدید یک ویدیو داریم از لابراتوار که ببینیم که چگونه لابراتوار چگونه تونست خدمت به جامعه ایرانی بکنه. عرف کن بی سی ده ویدیو؟ بله. بسیار عالی. البته قبلا اسم کمپانی ما گولدن کالر بودش و الان دیجیتال کالر ببلی هیلز، ولی فرق نکرده همون تکنولوژی رو داریم.
بله. ما اینجا قبلا برای هالیوود خیلی از تالنت ها تربیت میکردیم و اینتروداکشن داشتیم به جامعه هالیوود. اینا در شبکه های تلویزیون همه تالنت شدن و پورتفولیو برای این دانشجو می ساختیم و مدرسه اکتین هم داشتیم در کم تو سنتین. بسیار عالی. اینجا اگر از لابراتواری در بیولی هیست هستش که 5000 اسکوئر فیت بود که واقعا مدل بود. اینجا یک شنبه ها تمام این بچه های و خانواده ها می آمدن اینجا، اسم بچه هاشون رو می نویسن که ما بتونیم برایشون پورتفولیو درست کنیم به سینما وارد بشن. و پوسترهایی که اینجا یه استودیوی ما بودش که کارهای تمام این تالنت ها رو اونجا ترینشون میکردیم و این دستگاه های میسته که پوسترها رو ما آنطور چیز میکنیم. یکی از مدل ترین دستگاه در سطح دنیا همین دستگاه است که به صورت اتوماتیک است. هر نقطه دنیا نتورکی میتونه مردم اکسشن رو بفرستن اونجا و این چاپ میشه، ما فقط پکیج میکنیم دست مردم میکنیم و خیلی هم دقیق، حتی از یک هواپیما هم دقیق تر. این پوسترهای بزرگی که ساخته شد برای تخت جمشید در آقای امیر فرشون ساختیم و این یکی از سریع ترین دستگاه ها در دنیا است. 3000 تا عکس در ساعت چاپ میکنه و که روزی بودی که ما 20000 تا شدیم. من در کار سینما خیلی آشنا میشه، برای UCLA فیلم ویدیو ساختم که چگونه میتونه فیلم سینمایی ساخته بشه و چگونه انجام میشه که با استادان اونجا همکاری داشتم و UCLA هر وقت کمکی از من خواست شد من در خدمتشون بودم، با ایشون کار میکردم. دستتون درد نکنه. و در کار آدیو ویدیو این صحنه از لابراتوار هستش که نشون میده یکی از مدرن ترین دستگاه دنیا این هستش که این بنرهای شما این همه اینا رو به این دستگاه چاپ میشه. اولین دستگاهی بود که من از ژاپن وارد امریکا کردمش. این دستگاه آلبوم ها رو میسازه که بعدا بهتون نشون میده، خیلی مدرن، ساخته ایتالیاست و این پوسترها و دستگاه لایت جت میسازه که مدرن ترین دستگاه در سطح دنیا. هیچ دستگاهی نمیسازه به زیبایی و شارپنس این دستگاه عکسی به تولید کنه. اینجا برای جشن های ایرونی ها کار میکردم براشون. دستگاه فوق مدرنی داشتم که برای ساینتولوژیست ها این دستگاه رو ما خریدیم و این پوسترها رو ماونت لامینت میکنه، چون ساینتولوژیست ها بیش از 10 سال تمام فیلم ها و ران ها بارتون پوسترهاش من میساختم براشون. هر شعبی سر تو سر دنیا برین عکس من به دیوار اونجاست. باعث افتخار. خواهش میکنم. بله، بچه ها که اونجا کار میکنن خیلی تالنت هستن و میدونن چی کار میکنن دیگه. سوپر بازیشون میکنیم 100% و ماشاءالله ایرانی ها هر کجا رفتن آباد کردن، همیشه موفق بودن و کاری که بهشون ارائه شده به نحو احسن انجام دادن. جشن و نوروز بودش که اینا تمام ستونا رو ما اینجا پر کردیم و هم به سال این کار انجام میدیم برایشون. بله، و بنرها اینا ساخته میشه، بزنس ها رو پروموت میکنیم. این پسر من هست، اسم دکتر هم جراح جان تاپیکز روباتیک سرجری، یکی از افراد استثنایی در سطح دنیا است. ماشاءالله ماشاءالله، مبارک باشه. و این هم یک فیلم پروسسور داشتیم که فرانتیر واقعا 390 یکی از بهترین دستگاهی که کمتر هستش توی امریکا. این بزرگترین دستگاه پروسسور دنیا است، 80 اینچ عرض داره. این دستگاه سیمبالیکه که لاجه این پوسترهای 8 فیت و 10 فیت رو چاپ میکنه. برای آقای شیبانی خدا بیامرزشون این جشن رو برایشون من درست کردم، بکترا میشه و تمام اصلاح شویش هم انجام دادم برایشون. تمام هنرپیش ها اونجا بودن و خواننده ها. دستگاه رولن که الان شما دیدین، بنا رو بکترا بار رو با اونا میسازیم. بله، و این آلبوم سازی که میکنیم واقعا یکی از استثنایی‌ترین کارهایی که ما انجام میدیم و کیفیت بسیار عالی. 100 سال عمر میکنه دیگه، تاریخچه برای کافی تیبل هم من. و این هم آخره بوده به خیابان اولمپیک تو بیولی هیلز هستش. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی لذت بردیم واقعا که بسیار نگاه میکردم خیلی پروفشنال، خیلی روشن و خیلی های اند به قول آمریکایی‌ها کار انجام شده. آره 100%، چون برای هالیوود کار میکنه، هالیوود هر کاری نمیپذیره. نه خیلی. باید حتما کیفیت در حد عالی باشه. بله.
و منم خیلی کمکشون میکردم و خیلی فیلم خب یه مقداری جناب آقای مهندس بفرمایید برای دوستامون که برای چه کارهایی میتونن به شما رجوع کنن. میتونن بیان اینجا، ما تمام جشن‌ها رو اصولا جشن‌ها و ایونت های ایرانی ها رو بکتراباش من استجداداش من میسازم، سپرپید رد کارپت ها رو میسازم، بارمیسوا عروسی دیگه هر چه هستش. الان من دیگه جشن های ایرانی رو هالیوودیش کردم. به خاطر آب خوردن یه جورایی. آره دیگه جشن گلا نگاه میکنه، حتی برمیسا نگاه میکنه میگن رد کارپت بزن براشون. من براش اینا رو میسازم و خیلی خوش. این آلبوم ها رو هر کسی که با ما کار میکنه این آلبوم که الان نشون دادیم میتونیم بسیارون کورپریشن ها هستن، جشن های عروسی و اینا رو بسیارون آلبوم میسازیم، دو تا سه تا کپی براشون میسازیم که خانواده تمام عروس داماد داشته باشن. و در اینجا یکی از کارهایی که من انجام دادم، در سالهای سال با ریل استیت خیلی کار کردم. بله بله. و این ایجنت ها می آمدن اونجا، من این کاراشون بنراشون رو رست میکردم، این کارا می دیدم که واقعا خیلی ضعیف هستن در کامپیوتر و نتورکینگی که میتونه چیکار بکنه این بزنسشون رو پروموت کنه. بله. بچه خودم سالها در ریل استیت خرید فروش این تو چیزا بودم، تصمیم گرفتم که وارد دنیای ریل استیت هم باشم، لایسنس هم تمدید بکنم، بلافاصله بروکر شدم و حالا من ایجنت. چند تا شما ماشاءالله لایسنس دارین؟ دیگه من یکی از دوست دارم که زیاد شد. آره دوست دارم که همیشه پروموت کنم خودم. اولا خیلی خوبه برای الزایمر، هیچ وقت فراموشی نمی‌کنید، همیشه خودتون آپدیت نگه می‌دارید و لذت هم می‌بریم در از تمام کاری که انجام میدید. من چیزی که از برنامه های شما میدونم، همینجوری که عرض کردم، از ریل استیتتون خبر نداشتم، ولی چون هر کجا بود جشن اینا بود ما به عنوان تلویزیون میرفتیم فیلم برداری میکردیم و ریکارد میکردیم برای دوستامون نشون بدیم، اسم شما رو میدیدم اونجا، شما رو میدیدم و همیشه ستایش میکردم این کارتون رو که اینقدر کار سختیه، چون واقعا مثلا همون وست وود اون تمام اون طاق نصرت زدن و این چیزا رو بنرها رو درست کردن و قشنگ دیزاین کردن، قشنگ طراحی کردنش خیلی مهم بود. بسیار بسیار کار سختیه، ولی همینجوری که خودتون فرمودین دوستای عزیز ایرانیمون از شما به عنوان توی جشناشون، توی نامزدی‌ها، توی گریجویشن، توی عروسی‌ها استفاده میکنن و شما بهشون بهترین کار رو ارائه میدین. این که میگه کار خیلی زیادیه، همش اتوماسیونه، یعنی وقتی تکنولوژی بدونی بدون چگونه تمام سیستم کامپیوتر کار میکنه و تکنولوژی عمل میکنه اینقدر ساده است که نهایت نداره. یعنی پس اون جشنای خیلی عظیمی رو من درست میکنم و اینا فقط با یکی دو نفر انجام میشه، کامپیوتر میفرسته سیستم چاپ میکنه، تر تمیز میاد میشه دلیور میشه، میتونیم در روز 10 تا جشن رو با هم دیگه انجام بدیم بدون اینکه کوچکترین اشکال پیش بیاد. ولی اینو همه چیز، من حتی قیمتای چین رو چند بار شکستم. ای بابا. بله بله، شما اگه برین تو چین رو برشکستشون بکنیم ما خوشحال میشیم. ایرپورت های سرتاسر دنیا برین، لباس فروش هایی که اونجا هستن زنیت اینا پشتش نوشته میدا بوالی هیز پوستر هاست. خود چینی ها تعجب میکنن که چگونه من قیمت، چرا؟ برای اینکه این کامپیوتر که انجام میده، اون متریالی که چینی میخره ما هم همون پول رو میدیم، هیچ فرق نمیکنه، فقط اون لیبری اشکال داره کارگرش، و اون کارگر وقتی با کامپیوتر انجام میشه، تکنولوژی انجام میشه دیگه میتونه قیمت چینی که هر کسی در نوع دنیا رو بشکنه. من که امیدوارم، البته من برای هیچ کسی بد نمیخوام، ولی امیدوارم یه کمپانی، یه کشوری، یه چیزی بیاد این از دست چین راحت بشیم، از این چیزای قلابیشون کافی پیستشون خسته شدیم دیگه. واقعا یعنی بعدم میدونیم به نظر من، حالا وارد سیاست نمیخوایم بشیم، ولی این وجدان کاری کجا رفته؟ چون وقتی میخوان یه چیزی رو بفرستن به آمریکا، درجه یکش رو میفرستن، وقتی میخوان بفرستن به ایران بدبخت هرچی خرابه و درجه سه و چهاره میفرستن، و این از انسانیت اصلا به دوره، میدونین؟ آره، ولی خب دیگه در کل چین و ژاپن، مخصوصا در ژاپنیا، اینا وارد سیستم امریکا شدن، دستگاهاشون آوردن نصف قیمت فروختن، متریالش زیر قیمت خودش این فروختن، کارخونه های
امریکا یکی بعد از دیگری بانکراپشن کرد که من شاهد این کار بودم و میدونم چی بعد که کارخونه شکست یه مرتبه قیمت دستگاه سه برابر شد، متریال سه برابر شد، حتی کودک لاسود گذاشت به یونایتد نیشن که با شما قیمت کاغذتون مواجهتون ارزون تر از خود کشورتون داریم توی امریکا میفروشید. چرا؟ کودک رو بک‌رامپ کردن. اینجاست که متاسفانه این چین و این ژاپن این کار انجام میده و نه تنها در ایران، امریکا رو هم خاک سیاه نشوندن. این اشکالات که الان امروز میبینیم انشالله ظلم پایدار نخواهد بود. به حال دوستای عزیز در خدمت من خواستم فقط بگم در ریل استیت من این بیولی تایمز مگزین یکی از مشهورترین بیولی مگزین در بیولی هیلز هستش که من باهاش همکاری میکنم. یک صفحه دارم در اینجا که در کل من درباره ریل استیت هم مهم نیستم و ادورتایزینگ ریل استیت من اینجا هستم. ایجنت ها میتونن با من بیان همکاری بکنن، اسم مثل من کامیشن 10% در 90% میگیرم، یعنی 10% ازشون میشتم خرج اطلاعات و تبلیغاتشون من میدم، بنایشون رو میسازم و ادورتایزینگش میکنم تو MLS میذارمشون که بتونم با کمترین خرج اون ملکشون رو بفروشم. در اینکه کمک هدف من کمک به جامعه ایرانی هست که باشد نباشه. اینه که در هر آفیس مهم در جایی که هنرپیشه های اینا توی ببریز که بریم میبینیم این مگزین میبینیم اونجا هستش که من اونجا سال خاص باشه کار میکنم. مجله مهم و معتبریه در امریکا به خصوص در کالیفرنیا. دوستای عزیز در خدمت آقای مهندس علی خسروی هستیم. همین جوری که تا الان شنیدین یا نشنیدین، الان تازه تلویزیون رو باز کردین، ایشون هم در قسمت فوتوگرافی و هر چیزی که شما بخواید چاپی باشه، بنر، فلایر. و اینجا میخواستم اضافه کنم که یکی از دوستای خوانندمون اومده بودن اینجا آگهی بدن و بعد یه دونه پوستر داشتن، پوستر که نه، فلایر بود. بعد من گفتم وای چقدر این قشنگه، کی اینو دیزاین کرده، چقدر عالی شده، و گفتن که کار شما هستش. بله به هر حال کار خوبه، همه تعریف میکنم. ما ایرانی هم که معمولا یه خورده سختگیرم هستیم دیگه، بیشتر دنبال چیزای خراب و منفیش میگردیم تا مثبتشو ببینیم. ولی من وقتی که یه ایرانی میگه یه کار خوبه، یعنی دیگه من میگم پرفکت دیگه، برای اینکه امکان نداره من ایرانی باز راجع به خودم صحبت کنم، از چیزی تعریف کنم، مگر اینکه دیگه هیچی نتونم ابروش بذارم، اصلا اب پیدا نکنم. دنبالش میکردم ولی پیدا نمیکنم. یکی از کارهایی که من میکنم، خیلی سعی میکنم واقعا تمام گرافیک آرتیست ها که واقعا زحمت میکشن دیزاین میکنن به قشنگی، فقط اشکالی که دارن از تکنولوژی پرینتین آگاهی ندارن. بله بله. نمیدونن که اون چیزی که تو مانیتور میبینن فرق خواهد که با اون که چاپ میشه. بله بله. بنابراین باید اون تکنولوژی پشت پرده رو دید که چگونه میتونیم یه سیستم تکنولوژی صحیح انجام بدن. نظر پیکسلشی وقتی میره چاپ که بنه 10 فیتی و 20 فیتی 100 فیت ساخته میشه، کوچکترین اشکالی در کوالیتی وجود نداره، بهترین شارپترین هم داره. و این حسن زیبایی کامپیوتره. ولی متاسفانه این دیزاینرهای ما این مشکل دارن، چون خیلی شما باید بیاییم در تلویزیون آقای مهندس. بله. یه کلاس بذاریم به دیزاینرها، درس بدین به اونایی که کارشون خوب بلد نیستن، که دیگه همه چیز پرفکت در بیاد. بله، خیلی دوست دارم که بیام اینجا ادوبی فتوشاپ درس بدم، پریمیر سینما به مردم بدونن که چگونه میشه بهترین کیفیت پوستر ساخت و خیلی راحت بشه نتورک تو لابراتوار و هر کسی، ولی اون کیفیت خودش حفظ کنه. در نتیجه انشاءالله در این کار انجام میشه. مهندس علی خسروی رو ازشون خواهش میکنیم که دفعه اول آخرشون نباشه به اومدن اینجا، دفعه اولشون باشه و تشریف بیارن اینجا و از اون دانش 40-45 ساله‌ای که آموختن به ماها یاد بدن، به دوستای عزیز شما. و شما دوستای عزیزم بدونین که چطوری میتونین از جناب آقای مهندس کمک بگیرین. یکی این که اگر خونه‌ای میخواییم بخریم بفروشین، کامرشیال، رزیدنشیال، هر چیزی که مربوط به ریال استیت باشه، ایشون بروکرن، میتونن به شما کمک کنن. به
ریلتورای جدیدمون، جوونمون، اونایی که تازه وارد بیزینس شدم و حتما هم خیلی ماشاءالله باهوشن و دانششون بالاست، ولی دانش بالا با اکسپریانس بالا خیلی فرق میکنه. اکسپریانس خیلی مهمه. من به خود پسرم میگم که رضا جان تو از نظر سواد خیلی هم من بالاتری، دانش تو، کارهای اجتماعی تو، اینا همش هم من بالاتره، ولی یه چیزی من از تو بالاتر دارم که این طول میکشه تو به دست بیاری. اونو خواهش میکنم به من یه حداقل یه کردیت کوچولو اونجوری بده که این تو ایران میگفتن این موها رو تو آسیاب سفید نکردیم، یعنی که واقعا زجر کشیدیم به اینجا رسیدیم، تجربه آموختیم. پس شما دوستای عزیز جوون ریلتورمون که میخواین موفق بشین، خونه های چند میلیارد، میلیون دلاری، بیزنس های چند میلیارد دلاری بفروشین، بخرین، حتما با آقای مهندس در تماس باشین، بهتون کمک میکنن. دوستای دختر پسرهای جوان عزیزمون که میخوان ازدواج کنن انشاءالله خوشبخت بشن برن خونه بخت، حتما به آقای مهندس زنگ بزنین بیان کارهای فوتوگرافیتون و فیلم برداریتون رو براتون انجام بدم. و ما هم در آخر ازشون خواهش میکنیم که لطفشون رو از ما کم نکنن، ادامه بدن و تشریف بیارن توی تلویزیون راجع به مسائل مختلفی که میتونن هلپفول باشن برای جامعه، شما دوستای عزیز رو راهنمایی کنن. به هر حال آقای مهندس خیلی لطف کردین، تشریف آوردین، از گفته های شما که خسته نمیشیم، ولی این دفعه اوله، این فقط اینتروداکشن بود. حتما در خدمتتون خواهم بود. خیلی خوشحال میشم که بتونم تجربیات چندین ساله خودم رو به جامعه ایرانی هدیه بدم. جوانای ایرانی که وارد از دانشگاه میاد، همون که گفتیم، بتونن تجربه داشته باشن، یعنی ما پرکتیکال داشته باشیم و تئوری. در ایران اشکال ما اینه که تئوری درس میدن همه چیز رو. امریکا یه خوبیش اینه که هم پرکتیکال درس میدن هم تئوری. شاید پرکتیکالشونه ارجحیت میدم به تئوری. بله، چرا؟ برای اینکه اون چیزی که میخوانم عمل انجام بدم. بله. ولی در اینام ما هی میخوندیم ولی نمیدونیم برای چی هستم. چیز بگم. من که هیچ از اون نمیخوندم. پسرم وقتی که میآوردم اونجا دیجیتال تکنولوژی، همین که پسر من جراح شد جانز هاپکینز قبولش که به خاطر اینکه دیجیتال تکنولوژی بهش درس دادم. وقتی این درس ما میگفتم پسرم نگاه کن کاری که انجام میده، نگاه کن این کار چیزایی که تو مدرسه میخونی، حساب، ریاضیات، اینا اینجا داره ازش استفاده میکنه. بله. پس بدون چرا میخونی. و اون باعث شد که مثل جان هاپکینز بفهمه که ایشون دیجیتال تکنولوژی، اون موقع 20 سال پیش کسی دیجیتال نمیدونست. ما اولین کسایی بودیم که در بیولی هیلز این کار انجام میدادیم. بلافاصله جان هاپکینز اینو استخدامش کرد، جزء تیمش کرد، دکتر شد و الان هم جراح رباتیک که یکی از در اورنج کانتی که از مدرن ترین بیمارستان های امریکاست که این دستگاه های فوق مدرنی که اینا دارن اینا آپریت میکنه. خب این آقای دکتر اویلیبل هستن اینجا اعلام کنیم یا نه؟ بله، نه برای اینکه زن بگیره. زن داره یا نه؟ دو زن داره. آره، دو تا بچه هم داره. دختره عزیز معذرت میخوام. آره، خانومش هم دکتره، دو تا ایشون کار میکنن. انشالله یه روز بیارم میشن اینجا و ملت نشون بدن که چگونه روباتیک سرجری دیگه دستای لرزش دکتر ها هستن میلرزه چاق میزنن. بله. اونا دیگه از بین رفت. بله. همه الان با کامپیوتر انجام میشه، با مانیتور اونجا هست که ما از اینجا از آقای دکتر خسروی دعوت میکنیم که حتما افتخار بدن تشریف بیارن و ما از اون دانششون و نالجشون استفاده بکنیم. به هر حال خیلی از شما ممنون و سپاسگزار هستیم. میدونیم که شما از بیولی هیلز اومدین، راهتون طولانی بوده، دور بوده، ولی محبت کردین، ولی انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود و این برنامه رو انشالله ادامه میدیم. انشالله قربان شما. تشکر میکنم از همه. خب دوستای عزیز تا برنامه بعدی نوروز خوبی داشته باشن. حالا که آقای خیلی وقت داریم تا نوروز، از حالا دیگه جشن ها شروع شده. آره دیگه. خب خدا رو شکر انشالله جشن باشه همیشه. بله، به هر حال دوستای عزیز تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. با ما باشید. قربان شما.